آناتومی یک سقوط، بریم ببینیم چه خبره. آناتومی یک سقوط فیلم فرانسوی که سال گذشته موفق شد جایزه نخل طلا رو بگیره و یکی از تحسین شده ترین آثار سال بود. این فیلم در مورد یک نویسنده زن مشهوره که یک دفعه متوجه میشه همسرش از بالای خونه سقوط کرده و از دنیا رفته و حالا کل فیلم در دادگاه میگذره و قراره ببینیم که آیا این زن شوهرش رو کشته یا خیر. توی این ویدیو قراره بخشهایی از فیلم رو لو بدیم، برای همین اگر میخواید فیلم رو نگاه کنید اول برید فیلم رو ببینید بعد این ویدیو رو تماشا کنید. خب توی تاریخ سینما فیلم‌ها خیلی زیادی داشتیم که داستانش توی دادگاه اتفاق می‌افتاد. اغلب فیلم‌های خوبی بودن مثل کشتن مرغ مقلد که هم فیلم بسیار خوبی بود و هم یک کتاب بی‌نظیر، و فیلم آناتومی یک سقوط هم میره در کنار این فیلم‌های خوب قرار می‌گیره. آناتومی سقوط البته یک تفاوت خیلی عمده با فیلم‌های دیگه‌ای داره که در دادگاه ساخته شده. مثلا توی فیلم کشتن مرغ مقلد ما در نهایت به یک سری مضامین ضد نجات پرستی می‌رسیدیم یا در نهایت می‌خواستیم یک صحبتی بکنیم، یک پیام اجتماعی صادر کنیم و چیز بدی نبود، ولی آناتومی یک سقوط یک کار جدیدتر انجام میده، اونم اینه که اصولا واقعیت رو به حال خودش رها میکنه و خیلی دیگه از جای به بعد مهم نیست که آیا همسر شوهرش رو کشته یا خیر. بس بستر اینه که چه در بین این دوتا گذشته، چه در بین این خانواده گذشته، و این دروغ‌ها و دروغ نگفتن‌ها در واقع اصلیت کار رو تشکیل میده. در واقع هنر فیلم آناتومی یک سقوط اینه که میتونه در خلال برگزاری دادگاه انبوهی از مسائل اجتماعی و روانشناسی رو مطرح کنه و در واقع ذهنیت تماشاگر به چالش بکشه. اینکه رابطه بین نویسنده و همسرش چگونه در فیلم بس داده میشه و چطوری پرورش داده میشه یکی از ظرافت‌های فیلمنامه آناتومی یک سقوط است، جایی که ما میتونیم ببینیم که چطور یک زوج میانسال به یک بحران در عدم درک متقابل میرسن، چطور نمیتونن زندگی رو مدیریت کنن و چطور خودخواهی میتونه حتی اینا رو نابود کنه قبل از اینکه نوبت مرگ همسر برسه. در کنار مسائل بین این زوج که در فیلم بسیار عالی شکافته میشه، خیلی واقعی هست و خیلی ملموس هست برای تماشاگر، باید به شخصیت‌های جانبی هم اشاره کرد که هر کدومشون میان به دادگاه و به جایی که با استدلال بخواد صحبت کنن در واقع بخشی از ناخودآگاه خودشون رو به کار میگیرن. تقریبا فصل مشترک تمام این انسان‌ها اینه که در نهایت قضاوت دارن میکنن این اتفاق رو و از روی یک سری نوار، یک سری اطلاعات، یک سری صداهایی که قبلا شنیدن حکم صادر میکنه و این مسئله در طول فیلم بارها به چالش کشیده میشه که آیا ما قراره که صرفا با واقعیت مواجه باشیم یا نه یک استدلال از آنچه که در ذهنمون پرورش میدیم. فیلمنامه آناتومی یک سقوط به حدی در نقطه گذاری ها درست عمل کرده که میتونیم علنا به عنوان کلاس فیلمسازی ازش یاد کنیم، جایی که در همون ابتدای دادگاه ما در مورد کتاب زن میشنویم از افرادی که در حال پرسش و پاسخ هستن با متهم، و زمانی که میگن این رمان هست میگن که نه این رمان نیست، این در واقع بخشی از زندگی زن هست که وارد این قصه شده. و همین نقطه گذاری رو در انتهای فیلم هم شما میبینید که پسر در نهایت نمیتونه ببینه که چه بر سر والدینش اومده، نمیتونه درک کنه چه مناسباتی بین این دو تا برقراره. در واقع در انتهای فیلم پسر اصلا نمیشناسه پدر مادرش رو و میگه که این آدم ها برای من ناشناخته هستن و از درک من خارجه، و صحبتی که در نهایت بهش میرسه اینه که مهم نیست که واقعیت چیه، مهم اینه که تو چه انتخابی انجام میدی، انتخابت رو بکن و پیش برو. و در واقع دوباره همون مرز بین واقعیت و خیال شکسته میشه. این فیلمنامه خب یه پایان بندی فوق‌العاده هم داره، جایی که بعد از 2.5 ساعت ماراتون پرسش و پاسخ یه دیالوگ ریزی بین مادر و پسر برقرار میشه، جایی که پسر به مادر میگه که ترسیدم وقتی که برگشت خونه، و مادرم میگه منم ترسیدم زمانی که برمیگردم خونه. در واقع این دیالوگ از یک عدم شناخت میاد، عدم شناخت مادر فرزند از آنچه که بینشون گذشته. در واقع در خلال این دادگاه پسر با دنیایی مواجه شده که اصلا خبری ازش نداشته، در واقع اصلا در دنیای ذهنش نمی گنجید که چنین اتفاقاتی در زندگی مادرش رخ داده باشه، چنین اختلافاتی با پدرش بوده باشه، حتی بر سر مشکلات بینایی که برام به وجود اومده. و در واقع فیلم کمک میکنه به اینکه ما به یک ویرانی تمام عیار برسیم، یک ویرانی که شاید در زندگی تمام ما رخ داده باشه. همونطور که گفتم توی تاریخ سینما فیلم‌های با مضامین دادگاه فیلم‌های کمی نبودن، اغلبشون هم فیلم‌های خوبی بودن و ما با خیلی فیلم غنی در این ژانر مواجه هستیم، و آناتومی یک سقوط هم دقیقاً میره در کنار فیلم‌های خوب قرار می‌گیره. فیلمی که فیلمنامه خیلی درستی داره، یک نگاه دقیق به ارتباط بین یک زن و همسرش در دوران میانسالی داره و
بحران هایی که دارن تجربه میکنن. همونطور که گفتم فیلم در مورد اینه که کی مقصره. اصلا از جای به بعد ما مسیر رو ول میکنیم به حال خودش. مهم نیست که مرد کشته شده یا زن رو کشته. مهم اون ویرانه ایه که بین این دوتا اتفاق افتاده. مهم اون عدم درکیه که بین این دوتا اتفاق افتاده و زندگی زن که گاه هم با پنهانکاری همراه بوده، گاه هم با مشکلاتی همراه بوده و کمتر کسی این تصور رو داشت در مورد این زن نویسنده مشهور. و به نظرم به نمایش کشیدن این ویرانی و این خرابی یکی از بهترین اتفاقاتی بوده که میتونستیم توی فیلم تجربه کنیم و آناتومی یک سقوط این رو به ما ارائه میده. به نظرم آناتومی یک سقوط رو ببینید. فیلم پر دیالوگی هست، فیلمی که باید خیلی حوصله داشته باشید برای دیدنش، ولی در نهایت تماشاگر رو به یک درک و یک آگاهی میرسونه در مورد زندگی، در مورد تجربیات زندگی و به طور مشخص ارتباطات بین یک زن و شوهر در دوران میانسالی. به نظرم یک فیلم دقیق در این مورد. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. لطفا اگه ویدیو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که زندگی شادی داشته باشید. دم شما گرم. خدافظ.